سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. و با من نیلوفر پور ابراهیم از وین با آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای همراه باشید. ساعت 13 به وقت تهران با مجموعه خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، تجمع بیماران SMA مقابل مجلس و در اعتراض به گرانی دارو. از سوی دیگر در 3 سال گذشته 538 بیمار تالاسمی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو جان باختند. انجمن اقتصاد و سلامت هم در نامه‌ای به رئیسی اعلام کرد با حذف ارز دولتی قیمت دارو 4 برابر می‌شود. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران. در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از کوچه عتیق فروشی در کابل که با آمدن طالبان سوت و کور و راکت است. ساعت دیگر سومین روز مذاکره یا برجام در وین آغاز می شود. روز گذشته مقام های اروپایی طرف برجام اعلام کردند اگر ایران تا آخر این هفته برای احیای برجام جدیت نشان ندهد، گفتگوها به مشکل برخواهد خورد. بنا به گفته مقام های اروپایی 70-80% پیشنویس مربوط به سرگیری توافق اجرای برجام از دور قبل آماده است، اما هنوز معلوم نیست تهران حاضر است مذاکرات را از نقطه قبلی ادامه دهد یا نه. جمهوری اسلامی در همین رابطه میگوید تبدیل پیشنویس به توافق نیازمند مذاکره است و دولت جدید ایران درباره بخش هایی از پیشنویس قبلی نکته هایی دارد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تیم مذاکره کننده ایرانی اصراری بر پایان سری مذاکرات ندارد. مذاکرات احیای برجام در وین پس از 5 ماه وقفه از 8 آذر با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین از سر گرفته شد. شهره جولانی از مذاکرات وین و احیای برجام گزارش می‌دهد. دومین روز از گفتگوهای احیای برجام در وین با سرگیری 2 کارگروه رفع تحریم و برنامه هسته‌ای ایران پیگیری شد. نماینده اتحادیه اروپا که در دوره تعلیق مذاکرات برجامی 2 بار به تهران سفر کرده، گفته بود که تنها در 2 روز آینده این مذاکرات ادامه خواهد داشت. به نظرم بالاخره یک احساس فوریت برای زنده کردن برجام وجود داره، برای پایان دادن به رنج مردم ایران و در نهایت احساس فوریت برای اعمال نظارت شفاف جامعه بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران. اما در پایان نخستین روز، سخنگوی کاخ سفید بار دیگر بر موضع همیشگی آمریکا تاکید کرد. Our objective has not changed. It remains a mutual return to full compliance with. هدف ما بازگشت متقابل و کامل به برجامه. این بهترین گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و فراهم کننده بستری برای رسیدگی به رفتار بی‌ثبات کننده ایرانه. ایران با هیئتی جدید و خواسته های حداکثری به وین آمده با ابراز امیدواری به عزم جزم برای لغو تحریم ها. اما علی باقری کنی سرپرست هیئت ایرانی تنها به عنوان کلی و مبهم تحریم های ظالمانه بسنده کرده. با در واقع طرف های مختلف برجام. روز مسئله در واقع لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا بود. و من فکر می کنم این نگاهی که در نشست امروز بود میتونه در واقع تأثیر مثبتی برای پیشرفت روند مذاکرات داشته باشه. با اینکه جزئیات مذاکرات منتشر نمیشود، اما اختلاف اصلی همینجاست. ایران در پی لغو گسترده همه تحریم هاست. به گفته وزیر خارجه تحریم های برجامی و غیر برجامی، در حالی که آمریکا به چهارچوب برجامی استناد میکند. چند ماه پیش و در اوج مذاکرات روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که آمریکا به طور اصولی برای لغو بعضی از تحریم‌ها اعلام آمادگی کرده، از جمله
لغو تحریم بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت، خطوط کشتیرانی، فولاد و آلومینیوم و همچنین بخش‌های مانند خودروسازی، حمل و نقل و بیمه. نکاتی که به طور غیر مستقیم در مصاحبه کاظم قریب‌آبادی تایید شد. او مرداد امسال و زمانی که هنوز نماینده ایران در وین بود، در این مصاحبه به 7 مانع اشاره کرد. موانعی که به گفته او آمریکا ایجاد کرده است. از جمله مخالفت با لغو تحریم سپاه پاسداران و لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات و همچنین تحریم بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی. تضمین در مورد عدم خروج از برجام در دولت‌های آینده آمریکا، پرداخت غرامت به ایران در سر خروج آمریکا از برجام و در نهایت راستی آزمایی لغو برجام و پس از آن بازگشت ایران به تعهدات برجامیش. ما تأکید کردیم، ما به دنبال راستی آزمایی عملی اجرای تعهدات ایالات متحده ذیل برجام و قطعنامه 2231 هستیم. طبیعی هستش که هر آنچه که در چارچوب این راستی آزمایی عملی و مؤثر قابل تعریف باشه را پیگیری میکنیم. پیگیری دیپلماتیک غرب آمریکا برای این مذاکرات مانع از نگرانی آنها نشده. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، دولت آمریکا عمیقا نگران افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. به گفته آکسیوس و به نقل از مقامات اسرائیلی، جمهوری اسلامی در صدد غنی‌سازی 90% اورانیوم است. در حالی که تصمیم گیران اقتصاد در ایران در دولت 13 از بستن بودجه سال آینده با فرض ادامه تحریم ها میگویند، این گفتگوها راهی برای خلاصی از صدها تحریم اقتصادی است و یا مکمتر شدن تناب بر گردن اقتصاد ایران. از سوی دیگر غرب و آمریکا را به سوی گزینه های دیگری سوق می دهد که از پیش گفتند روی میز قرار دارد. شهره جولانی، لندن. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین همراه ماست. نیلوفر، روز سوم مذاکرات است، تو بیشتر بشنویم در رابطه با دستور کار امروز. بله، دقیقا کارشناسان ایرانی از صبح اومده بودن به پل کوبورگ و همین دقایقی پیش علی باقری کنی و بقیه اعضای هیئت ایرانی هم وارد محل مذاکرات شدن. روز گذشته گفته شده بود که کارگروه رفع تحریم ها قرار هست کارش آغاز بکنه و امروز کارگروه مربوط به فعالیت های هسته‌ای ایران در جلسه دیگه ای کارش رو آغاز میکنه. تا اینجا به نظر میرسه کشورهای اروپایی از روند کار چندان راضی نیستند. روز گذشته دیپلمات‌های از 3 کشور اروپایی با خبرنگاران صحبت کردند، به این موضوع اشاره کردند که هنوز نمی‌دونن که ایران چقدر جدیه روی احیای توافق هسته‌ای و اینکه تا کجا و تا چه حدی پیشنویسی که توی دورهای قبلی تهیه شده رو خواهد پذیرفت. اشاره کردند به اینکه تو اون دورهای قبلی 60 تا 70 تا 80% متن آماده شده بوده، ولی نمی‌دونن که هنوز ایران کدوم بخشا رو میپذیره. به نظر میرسید از صحبت‌های اونها اینکه اونها انتظار داشتن ایران بعد از اینکه 5 ماه مذاکرات رو متوقف کرده، همونطور که گفته بود، با دست پر و آماده به این مذاکرات بیاد. در حالی که روز گذشته اونطور که اونها میگن بیشتر صحبت‌ها روی موضوعات کلی پیش رفته و نه روی جزئیات یا پیشنهادات جدی، پیشنهادات و توصیه‌های جدی، اونطور که مقام‌های اروپایی میگفتن برای اینکه کار روی نوشتن متن پیشنویس رو آغاز بکنن. این موضوعیه که اونها رو نگران کرده. اونها میگن کار جدی انجام دادن یعنی وارد نگارش متن شدن، یعنی روی جمله بندی ها کار کردن و سر و کله زدن روی این موضوع. اتفاقی که به نظر میرسه دیروز اینجا در پل کوبورگ نیفتاده و به نوعی اونها رو نگران کرده. به خاطر همینه که اونها میگن توی 48 ساعت آینده مشخص میشه که آیا این مذاکرات میتونه به جایی برسه یا نه، ولی همچنان هم خیلی نگران نیستن. از طرفی میگن که آمادن تا اگر کار به جایی که اونها میخوان برسه بمونن. میگن با چمدونهای پر اومدن و حاضرن که بیشتر از اون چیزی که لازمه اینجا بمونن و گفتگوها رو ادامه بدن، ولی در هر حال حرفشون اینه که تعهد در برابر تعهد، بازگشت هر دو طرف به برجام لازمه و برای این کار جدی باید صورت بگیره. اونها وقتی برای از دست دادن ندارن و بنابراین باید کار رو سریع آغاز بکنن. در مورد بحث اینکه ایران ممکنه غنی‌سازی 90% رو آغاز کرده باشه، هم گفتن اگر چنین چیزی درست باشه، که البته اونها هنوز گزارش‌های در موردش دریافت نکردن، میتونه مذاکرات رو با چالش جدی روبرو کنه. نیلوفر پور ابراهیم از مقابل هتل کوبورگ محل مذاکرات در وین، ممنونم از توضیحاتت.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نگاه نکردنه، علی باقری کنی مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای ایران به زنها را نشانه اخلاق و پاکدامنی دانست. شریعت مداری یادداشت را در انتقاد به مطلبی در روزنامه شرق نوشت. شرق گفته بود باقری کنی به خانم‌ها مستقیم نگاه نمی‌کند و با رسانه‌ها میانه خوبی ندارد و این نوع رفتار می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای فضای بسته‌ای را ایجاد کند. شریعت مداری چنین برخوردی را از باقری کنی نشانه نجابت و تعهد به اسلام و انقلاب عنوان کرد و از مدیر مسئول روزنامه شرق خواست بابت آنچه کیهان اهانت سخیف دانسته عذرخواهی کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل اقدامات ایران در منطقه را شرارتبار خواند و با اشاره به جاه طلبی اتمی ایران از شورای امنیت خواست جلسات بیشتری در مورد جمهوری اسلامی برگزار کند. لیندا توماس گرینفیلد در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه حماس و حزب الله را سازمان‌های تروریستی توصیف کرد که از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می‌شوند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا طرحی را با عنوان قانون توقف پهپادهای ایران پیشنهاد کردند. تهیه کنندگان دموکرات و جمهوری خواه این طرح هدف از آن را جلوگیری از دسترسی ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به هواپیماهای بدون سرنشین اعلام کردند که می‌تواند برای حمله به آمریکا و متحدانش استفاده شود. همزمان با از سرگیری مذاکرات احیای برجام، وزیر خارجه اسرائیل به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد. یای لاپید بار دیگر بر موضع اسرائیل تاکید کرد که جمهوری اسلامی می‌خواهد زمان بخرد تا برنامه اتمی خود را توسعه دهد. اسرائیل پیش از این جمهوری اسلامی را تهدید کرده در صورت نزدیک شدن به دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران حمله نظامی می‌کند. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما هستم. آقای متین، ابتدا اجازه بدیم به این موضوع بپردازیم که در سومین روز از دور جدید مذاکرات می‌بینیم که لحن آمریکا به گونه‌ای تندتر شده. همونطور که پیشتر اشاره کردیم، سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را شرور و در پی جاه‌طلبی‌های اتمی خوانده. فکر می‌کنید که این لحن آمریکا اون هم در این موقع در موقع مذاکرات چه معنی میده؟ بله، دولت آقای بایدن از آغاز سرکار اومدن در اظهارات رسمی مقامات آمریکایی در مورد برجام یا ایران همیشه یک لحن متعادل و خیلی ملایمی داشتن، بیشتر بر جنبه‌های دیپلماتیک حل قضیه برجام تاکید کردن، ولی خب این رویه ظاهرا جواب نداده و مواضع ایران تغییر نکرده، تخلفات هستیش بیشتر شده. در این حال مشاورین و کارشناسان بسیاری در داخل خود آمریکا، کسایی که قبلا حتی برای دولت آقای اوباما یا دموکرات‌ها کار کردن، اظهار کردن که به اصطلاح رسیدن به توافق بدون اینکه ایران احساس یک فشار جدی نظامی بکنه خیلی بعید هست و دولت آقای بایدن باید بیشتر به اصطلاح این لحنش رو تغییر بده و مقداری هم از نتایج و عواقب نرسیدن به برجام به طور مشخص صحبت بکنه و ابزارهای مختلف فشار آمریکا رو به ایران یادآوری بکنه. به نظر میرسه که این تغییر لحن در این راستا هست که در جریان مذاکرات خب آمریکا هم به نوبه خود ایران رو تحت فشار بگذاره و شانس به اصطلاح احیای برجام رو به اون شکلی که خب آمریکا حالا مد نظرش هست رو بیشتر بکنه. در پی همین موضوع یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هم گفته جلسات رو تا رسیدن به نتیجه ادامه میدیم. این رو چطور میشه تعبیر کرد؟ آیا این به معنای رغبت ایران برای رسیدن به یک توافق یا نه به دنبال خریدن وقت بیشتر جمهوری اسلامی؟ به نظر من هر دو طرف بسیار مایل هستند چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسه به عنوان مسئول شکست مذاکرات شناخته نشن، به خصوص از طرف همپیمانانشون. برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست که چین و روسیه به طور مشخص این به اصطلاح برداشت رو نداشته باشن و اونها باید به چین و روسیه نشون بدن که واقعا مایل به مذاکره و مایل به حل مسئله هستن. ولی این تغییری در طرح یک سری شروط ظاهراً غیر قابل برآورده شدن از سوی ایران نذاشت. یعنی ایران همزمان هم مواضع بسیار سختی رو در زمینه استراتژی مذاکراتیش ارائه کرده، ولی در عین حال هیچ نشانی هم برای اینکه به اصطلاح از مذاکرات خارج بشن پیش از موعد یا زودتر از موعد رو نشون نمیدن. بیشتر به این دلیل که من فکر میکنم نمیخوان در اسان عمومی و در نزد چین و روسیه طرفی باشن که به اصطلاح مسئول شکست مذاکرات هست.
به موضع اسرائیل هم در این بین بپردازیم. امروز مکرون خیلی مفصل با وزیر خارجه اسرائیل در رابطه با برنامه اتمی ایران صحبت کرد. فکر میکنید که خود اسرائیل چقدر نقش داره در شکل دادن به این مذاکرات؟ خب تهدیدهای نظامی اسرائیل و مواضعشون در مورد برجام بخشی از به اصطلاح معادلاتی هست که داره به مذاکرات احیای برجام شکل میده. اسرائیل طرفی هست که مدام از خطرات عمده هسته ایران برای همه دنیا نه فقط اسرائیل صحبت کرده و در این حال خودش رو هم میدونید که مبرا دونسته از هر توافقی به عنوان کشوری که دخیل نیست در این توافق و ممکنه رأسا و مستقلا دست به عمل بزنه. اما ظاهرا گزارشات حاکی است که اسرائیل به دولت‌های اروپایی درگیر این مذاکرات گفته که هر گونه توافقی باید حتما توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران رو به اصطلاح در بر داشته باشه. یعنی این حداقل چیزی هست که به نظر اسرائیل میتونه قابل قبول باشه و کشورهای اروپایی و غربی رو در واقع در این راستا ترغیب می‌کنن و در این حال اون گزینه حمله نظامی رو که خود اسرائیل میتونه انجام بده یا گفته که انجام خواهد داد تحت شرایط تیر رو هم به اصطلاح همچنان باز نگه داشتن، ولی خب دوست دارن که اگر بشه از طریق مذاکرات اون نگرانی های مشخص اسرائیل در مورد غنی شدن اورانیوم و تبدیل اورانیوم غنی شده به اصطلاح میله فلزی رو حتما در هر نوع توافقی بگنجونن به عنوان قدم اول در راستای به اصطلاح احیای برجام. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، ممنونم از شما. تا دقایق دیگر و بعد از استراحت کوتاه به هشدار جدی متخصصان درباره کمبود داروی تالاسمی می‌پردازیم. مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران می‌گوید از اردیبهشت 97 538 بیمار به دلیل نبود دارو جان باختند. بیننده و شنونده مجموع خبران امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. روز سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. کمبود داروی بیماران تالاسمی و خطر مرگ بیماران. در 3 سال گذشته 538 بیمار تالاسمی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو جان باختند. از سوی دیگر انجمن علمی اقتصاد و سلامت در نامه‌ای به رئیسی اعلام کرد با حذف ارز دولتی قیمت دارو 4 برابر می شود. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران. در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از کوچه عتیق فروشی در کابل که با آمدن طالبان سوت و کور و راکت است. هشدار جدی متخصصان درباره کمبود داروی بیماران تالاسمی و مرگ این بیماران به دلیل دسترسی نداشتن به دارو ادامه دارد. یونس عرب، مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران میگوید از اردیبهشت 97 538 بیمار به دلیل نبود دارو جان باختند و سازمان غذا و دارو هم موجودی دارو و درجه کیفیت آن را اعلام نکرده است. مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران با توجه به ضرورت استفاده از داروی دسفرال برای بیماران گفت تهدید جان بیماران تالاسمی حتی با 1% تغییر در نوع دارو رخ می‌دهد و درخواستی از سوی سازمان غذا و دارو به تولید کننده سوئیسی دسفرال ارسال نشده است. حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر کمبود دارو برای بیماران تالاسمی را رد کرد و گفته بود درخواست بیماران برای داروی خارجی نگاه غیر منطقی است و بیماران باید نوع ایرانی دارو را مصرف کنند. ایران 23,000 بیمار تالاسمی دارد که 12,000 نفر از آنها به داروی تزریقی برای معالجه نیاز دارند. انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن این طرح قیمت دارو 4 برابر می شود. محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس این انجمن، می گوید 5 میلیون نفر از دهک‌های پایین درآمدی فاقد بیمه درمانی هستند. حذف ارز ترجیحی رقم فرانشیز را افزایش می دهد و مثل این است که مردم در بازار آزاد دارو تهیه کنند.
تجمع خانواده بیماران مبتلا به اس‌ام‌ای برای سومین روز متوالی مقابل ساختمان مجلس ادامه دارد. خانواده‌ها می‌گویند تا واردات دارو محقق نشود به اعتراض خود ادامه می‌دهند. نبود دارو موجب مشکلات حرکتی و تشدید بیماری مبتلایان به اس‌ام‌ای می‌شود. دکتر آلانه توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای دکتر توفیقی، می‌دونیم که وضعیت دارو در ایران به خصوص داروهای بیماری‌های خاص خیلی بد هست. به نظر شما چرا داروی این دو بیماری اس‌ام‌ای و تالاسمی به طور کامل در ایران تهیه نمیشه؟ علت اون چه است و بیمه‌های درمانی چه نقشی دارن در این وسط؟ ببینید، من فکر میکنم که علت عمده و اصلی کمبود داروهایی که مرتبطه با بیماران خاص هستش برمیگرده به اولویت‌هایی که در نظام سلامت ما وجود داره. بخاطر برای رمزگشایی از این ادعا من ارجاعتون میدم به سال 97، وقتی که وزیر وقت بهداشت آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی گفتش که، یعنی در یه مصاحبه تلویزیونی داشت از مردم میپرسید که آیا شما حاضر هستید برای 2 سال طول عمر یک شخصی ما میلیاردها تومان هزینه بکنیم؟ این از اون زمان دو وزیر بهداشت تغییر کرده، اما شما مطمئن باشید که من خدمتتون عرض میکنم با توجه به سابقه ای که خودم کار در وزارت بهداشت داشتم، این نگاه همیشه در وزارت بهداشت وجود داشته. یعنی اولویتی برای بیماران خاص قائل نیستند و میگن که برای در واقع ارزی که وجود داره در وزارتخونه همیشه سعی میکنن اون رو برای تامین کالاها و داروهای دیگه‌ای تخصیص بدن و خب این یک نگاه به نظر من غیر انسانی و غیر مسئولانه هستش. از طرف دیگه بحث این که داروهای خاص تقریبا میشه گفت که در هیچ کجای دنیا مسئولیت اصلی اون به عهده بیمه ها گذاشته نمیشه، چون توجه داشته باشید بیمه ها بنگاه های اقتصادی هستند. سازوکار گردش مالی در بیمه های اقتصادی کاملا متفاوت از مسئولیت های اجتماعی یک دولت که باید اون رو به نحو احسن برای یک بیماران خاص، حتی اگر یک نفر، ما حتی اگر یک بیمار در کشور داشته باشیم که نیاز به یک داروی داشته باشه برای ادامه عمر، مسئولیت اون دولت هستش. و اینجا هستش که واقعا این سوال آقای قاضی‌زاده وقیحانه است، به خاطر اینکه این آقایون هیچ وقت از مردم ما نپرسیدن آیا حاضر هستید که مثلا برای اینکه ما نتونیم داروهای شما رو تامین بکنیم بریم در واقع منابع مملکت و ارز مملکت رو خرج مثلا خاص بخشی ها در لبنان و یمن و سوریه و اینها بکنیم. این نشون میده که در این دولت و در این نظام اولویت جان ایرانیان نیستش متاسفانه. اما می‌بینیم هم داروهای خاص و هم باقی داروها قیمتشون گران‌تر شده و خیلی از داروها به جز حالا این دو داروی بیماری خاص مثل اس‌ام‌ای و تالاسمی که کمیاب هستن، داروهای دیگه‌ای هم می‌بینیم که کم و بیش کمیاب هستن در بازار ایران. این کمبود و این گرانی دلیلش چه هست؟ آیا به دلیل تحریم‌هاست و یا مافیای دارو در این بین نقش داره؟ ببینید، واقعیتش رو بخواید این تحریم‌ها یک بهانه‌ای شده در دست مسئولین جمهوری اسلامی. بله، تحریم وجود داره، واقعی هم هستش. لجبازی‌های آقای خامنه‌ای، حرکت برخلاف روندی که در تمام دنیا و قواعد بین‌المللی شناخته میشه، باعث شده که کشورهای زیادی از جمله در رأس اونها مثلا امریکا و بسیاری از کشورهای غربی به ایران یک نگاه مثبتی نداشته باشن و اون رو تحریم بکنن. اما توجه داشته باشید که هرگز داروها در لیست تحریم نبوده. همین اولویت بندی خود مسئولین جمهوری اسلامی هستش که باعث میشه که در واقع ارزی که برای داروهای خاص باید تأمین بشه، مثلا برای ورود داروهای مرتبط با بیماران مثلا تالاسمی یا سایر بیماری‌های خاص، اینها رو تخصیص میدن برای یک کارهای دیگه، برای یک امور دیگه. و از اون ور هم ما باید توجه داشته باشیم که متاسفانه یک سوراخ بسیار بزرگی
در نظام دارویی و در نظام تأمین داروها و ارزی که برای اونها هستش وجود داره، به این ترتیب که یک شبکه های موازی مافیایی که بخشی از اون در درون خود وزارت بهداشت هستش و بخشی از اون در سایر ارگان ها هستن شکل گرفته که عملا باعث میشه وقتی حتی یک دارویی هم وارد میشه در اون شبکه در واقع خود دولتی به طور مناسب توزیع نشه و سر از بازار آزاد در بیاره با قیمت‌های چند صد برابری. و این هستش که در اینجا واقعا خانواده‌ها هزینه‌هایی که از جیبشون دارن پرداخت می‌کنن به حدی زیاد هستش که واقعا تمرشکن شده برای اون. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از توضیحاتتون. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازگرداندن طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های قوه مقننه با واکنش‌های نمایندگان مجلس روبرو شد. فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در توییتر نوشت این طرح بعد از مشورت با فعالان کسب و کارهای مجازی اصلاح خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی با در نظر گرفتن مطالبات مردم، منافع صاحبان کسب و کار و اجماع نخبگانی اثربخش خواهد بود. یک روز بعد از اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اجرایی شدن دقیق پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها در برخی مدارس ابراز نگرانی کرد. کمال حیدری می‌گوید به برخی مدارس برای رعایت نکردن پروتکل‌ها اخطار داده شد. انجمن حقوق انگلستان و ولز فهرستی از کشورهای پرخطر در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم منتشر کرده که ایران در این فهرست در رتبه پنجم قرار دارد. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرخطر موجب می‌شود روابط تجاری با ارزیابی‌های مضاعف صورت گیرد. شرکت گلوبال اکونومی هم در فهرستی با عنوان کنترل فساد که سالانه بر اساس داده‌های بانک جهانی منتشر می‌شود، ایران را در جایگاه 163 در میان 192 کشور بررسی شده قرار داده است. در ادامه مجموعه خبر نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به عتیق فروشی های کابل، مغازه هایی که روزگاری میزبان گردشگران خارجی بودند و حالا از رونق افتاده و دیگر مشتری ندارد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. روز سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. کمبود داروی بیماران تالاسمی و خطر مرگ بیماران. در 3 سال گذشته 583 بیمار تالاسمی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو جان باختند. از سوی دیگر انجمن علمی اقتصاد و سلامت در نامه‌ای به رئیسی اعلام کرد با حذف ارز دولتی قیمت دارو 4 برابر می‌شود. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران. در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از کوچه عتیق فروشی در کابل که با آمدن طالبان سوت و کور و راکت است. در حالی که سازمان ملل متحد ایدز را یک همه‌گیری ناشی از نابرابری می‌داند، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران می‌گوید آغاز همه‌گیری کرونا باعث شناسایی موارد کمتر، کاهش درمان و مراقبت از مبتلایان به ایدز شده. محمد مهدی گویا می‌گوید ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا با مشکلات تشخیصی و درمانی ایدز مواجه شده است. این در شرایطی است که کمال حیدری معاون بهداشت این وزارتخانه و افزایش 40% شناسایی افراد مبتلا نسبت به سال‌های گذشته اشاره می‌کند. به گفته او تعداد قطعی افراد شناسایی شده 22,000 نفر است، اما این آمار دست کم 1/3 افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند.
محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید اقدامات مؤثر و کنترل درست انتقال خونی ویروس HIV در میان معتادان تزریقی را 60% کاهش داده و به 10% رسانده است. محمد جواد سلمازاده مسئول مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری این استان هم میگوید ایز در گذشته از راه تزریق معتادان منتقل میشد، اما بنا به آماری که او ارائه میدهد اکنون در ایران بیش از نیمی از ابتلاها مربوط به رفتار پرخطر جنسی است، در حالی که این رقم در گذشته 15% بوده است. سحر مطلبی کارشناس بهداشت بین الملل جمعیت همراه ما هستند. خانم مطلبی، چه دلیلی وجود داره که وقتی که پیشتر راه اصلی انتقال ایدز در ایران از راه انتقال خون و سرنگ آلوده بود، الان به راه جنسی، به راه رابطه جنسی تغییر پیدا کرده؟ کمی بیشتر در این رابطه برای ما توضیح میدین که چقدر این طرح‌های کنترل جمعیت تأثیر داشته در این موضوع؟ با سلام خدمت شما. ببینید، در مورد یک بیماری مثل ایت که در واقع ناشی از رفتار پرخطر جنسی، در واقع مهمترین راهکاری که وجود داره اینه که یکی آموزش داده بشه به جامعه، مخصوصا از آموزش باید از مدارس شروع بشه، چون در واقع شروع فعالیت‌های جنسیه و همین الان هم ما می‌بینیم که طبق گزارش که خود مرکز کنترل ایدز داده، آمار ابتلا بین نوجوانان هم افزایش پیدا کرد. دومین راهی که وجود داره اینه که از روش‌های محافظت کننده و پیشگیری استفاده بشه و تسهیل بشه دسترسیش به جامعه، حالا با یا اینی که رایگان توزیع بشه در مرکز بهداشتی و درمانی دولتی، یا اینی که سوبسید روش گذاشته بشه، مالیات برداشته بشه. یا این در واقع اتفاقی بوده که قبلا می افتاده، مخصوصا قبل از سال 93. منطقه از سال 93 که در واقع بودجای اختصاص داده شده برای برنامه‌های پیشگیری از بارداری و بارداری روابط جنسی محافظت شده، مخصوصا به صورت کاندوم حذف شده به خاطر برنامه‌های کنترل جمعیت، ما به وضوح داریم می‌بینیم که آمار ایدزمون داره افزایش پیدا می‌کنه و تغییرات واضحی توی روش‌های انتقال وجود داره و همینطوریم آمار ابتلا بین زنان و نوجوانان افزایش پیدا کرده. چرا به طور کل ایدز همچنان در جامعه ایران یک تابو است و بیماران به طور کامل شناسایی و تشخیص داده نمیشن؟ عامل اصلیش آموزشه، فقدان آموزش. این کاری بوده که در واقع تو کشورهای دیگه بقیه جوامع کردن، موفقیت آمیز بوده و حتی تو ایران هم تو مقاطعی وقتی انجام شد تاثیر داشت، چون چه بعضی از در واقع فعالان جامعه مدنی که کار میکنن تو این زمینه به صورت سازمان‌های مردم نهاد به وضوح اعلام کردن که هر وقت که مثلا یه بروشور یه چیزی توی خیابون پخش می‌شده، تو همون زمان همزمان تعداد مراجعان مردم برای دسترسی به اطلاعات و مشاوره افزایش پیدا می‌کنه. ولی ما اولا که تا همین الان آموزشی در مورد جلوگیری، روش‌های جلوگیری از ابتلا به بیماری جنسی اصلا تو مدارسمون به ویژه نداریم، در دانشگاه هم کیفیتش بسیار نازله. و مورد دوم هم اینه که تمام روش‌های پیشگیری که میتونست یعنی کاندوم رو در اختیار مردم قرار بده، حالا یا با قیمت مناسب، حداقل اون هم در واقع به خاطر برنامه جمعیتی برداشته شده. خب این یه ضربه اساسی زده، در واقع دو تا چیز اصلی رو کامل از بین برده. از طرفی هم یه مخالفت عجیبی شد که هیچ توجیه علمی هم وجود نداشت با برنامه توسعه، اهداف توسعه سال 2030، که دقیقا مثل که اعتراض اصلی به این بوده که چرا توی اون لحاظ شده بوده که بعد آموزش های جنسی در مدارس وجود داشته باشه، در حالی که این چیزیه که الان نزدیک 209 کشور دنیا بهش تعهد کردن و دارن به سمتش میرن، حتی کشورهای مسلمان. و ما متوجه نشدیم واقعا چه توجیه علمی پشت این قضیه وجود داشت که مخالفت شد با این قضیه آموزش جنسی در مدارس. اشاره کردید به سند BC و آموزش جنسی در مدارس. از چه سنی باید در این رابطه و راه‌های انتقال ایدز در مدارس به دانش آموزان یاد داده بشه؟ اگر این کاملا بستگی داره به اون در واقع خصوصیات فرهنگی و جمعیتی هر جامعه، یا نمیشه واقعا یک چیز مشخصی گفت، باید بررسی مطالعات جامعه شناسی بشه و مشخص بشه که در چه سنی در واقع فعالیت‌های جنسی شروع میشه در هر جامعه. ولی مثلا در جامعه مثل جوامع اروپایی معمولا از 12 سالگی دیگه حتما شروع شده. حالا در ایران حداقل میشد پیشنهاد داد که مطابق بشه با همون سنی که اجازه دادن که سن ازدواج باشه، که مثلا 14 سالگی. ممنونم از شما سحر مطلبی، کارشناس بهداشت بین‌الملل جمعیت. ممنونم از همراهیتون.
در اینجا نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از حمله گسترده به مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن از جمله انهدام یک پهپاد و یک قایق انفجاری حوثی‌ها و بمباران یک سایت مخفی متعلق به سپاه پاسداران در صنعا خبر داد. شبکه تلویزیونی المسیره فرستنده اصلی حوثی‌ها گفته نیروهای ائتلاف 3 حمله هوایی به فرودگاه صنعا کردند، اما حمله چهارم یک پارک را هدف قرار داده است. حوثی‌ها نیز تاکنون بارها نقاط حساسی را در عربستان سعودی هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. کمیته انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را به تایید نهایی رساند و بر اساس آن ائتلاف به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه با 73 کرسی اکثریت پارلمان را در اختیار گرفت. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی یک بار دیگر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را رد کردند. این گروه‌ها شکایاتی مبنی بر وجود تقلب به دادگاه ارائه کرده بودند، اما نتایج نهایی انتخابات به نفعشان هیچ تغییری نکرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در دیداری در شهر ریگا پایتخت لتونی درباره حمایت از اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه، تهیه نقشه استراتژیک جدید ناتو، کنترل تسلیحات و سایر مسائل امنیتی گفتگو کردند. استولتنبرگ در جمع خبرنگاران هشدار داد اگر روسیه بخواهد دوباره علیه اوکراین از نیروی نظامی استفاده کند، مسکو برای این کار بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. کوچه عتیق فروشی کابل که سالها میزبان گردشگران خارجی بود، این روزها از رونق افتاده و دیگر مشتری ندارد. فروشندگان آثار عتیق و زیورالات گرانبها از راکت شدن بازار کارشان شکایت دارند. آنها میگویند مجبورن اجناس را با قیمت اندکی به فروش برسانند. میترا قطب گزارش میدهد. کوچه پر ازدحام عتیق فروشی کابل که حالا دیگر سود و کور است، مقصد جهانگردان خارجی و سرمایه‌داران داخلی که سالها میزبان گردشگران بود، به گذرگاه کسانی بدل شده که نه علاقه به عتیقه دارند و نه پول برای خریدش. فروشندگان سنگ‌ها و زیورالات قیمتی در اینجا در دکان‌ها را به انتظار مشتریان می‌گشایند که حالا به ندرت می‌آیند. بیشتر افرادی که در اینجا دیده می‌شوند عابران هستند که کوچه را برای رسیدن به جاده اصلی می‌پیمایند. فروشندگان میگویند که به ارزش صدها هزار افغانی آثار عتیقه دارند، اما خریدار ندارند و کاروبارشان از رونق افتاده است. آنها میگویند مجبورند اجناس خود را به قیمت اندکی به فروش برسانند تا شکم خود و اولاد خود را سیر کنند. آنها شکایت دارند که دیگر توان پرداخت کرایه دکانهایشان را ندارند. ایره 100% سر از تحولات تأخیر تاثیرات خود منفی خود در هر جای داشته، در سر کار و بار ما هم چنان هم می تاثیراتش هست. یعنی مشتری هایی که قبلا مثلا می آمدی را خرید بکردن فلحال توانمندی چیزها را ندارن، یک مسئله. و دوم مسئله بحران های اقتصادی که از یعنی نرخ افغانی و دلار هم تاثیرات منفی خود را سر از انداخته. بیشتر مشتریان پیشتر بانوان شهری و گردشگران خارجی بودند. حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ها مردم توان خرید اجناس گرانبها را ندارند. از روزی که طالبان آمدند یا برادران مجاهد ما آمدند، کار و بار در عموم خیلی پایان آمده، خرید و فروش خیلی کم شده، دیگر نرخ ها هم به اوجش رسیده، قیمتی شده، دلار هم خیلی بالا رفته. چون کار ما که از زیورالات است، کار شوق است که اکثرا کار و بار ما روی خانم ها میچرخه که خانم ها زیاد شوق این چیزها رو میکنن و سنگ های قیمتی است که فعلا دیگر نرخ ها خیلی بالا رفته و کسی حتی به خاطر نان خوردن خود یا وسایل اولیه یا ضرورت اولیه خود پول ندارن، دیگر چی برسته به زیورالات یا سنگ های قیمتی آنها شوق بکنند. دیگه خیلی سکتگی وارد کرده دیگه. تنها بازار عتیق فروشی و زیورالات کابل راکت نشده است، بلکه کاروبار تجار و فروشندگان اجناس دیگر نیز از رونق افتاده است. دلیل کسادی بازار را مردم مسدود ماندن پولهای افغانستان، بنبست سیاسی و فضای حاکم امروزی می دانند. میترا قطب، لندن. همراه خبران امروزی بمانید.
بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. روز سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. ادامه اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی در شهرهای ایران. در حالی که معلمان در قم و در اعتراض به حقوق کم و تبعیض در شرایط استخدامی تجمع کردند، روزنامه کیهان خواستار استخدام شمار انبوه روحانیون در آموزش و پرورش شد. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران. در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از کوچه عتیق فروشی در کابل که با آمدن طالبان سوت و کور و راکت است. سومین روز مذاکرات احیای برجام در وین امروز آغاز شد. روز گذشته مقام‌های اروپایی طرف برجام اعلام کردند اگر ایران تا آخر این هفته برای احیای برجام جدیت نشان ندهد، گفتگوها به مشکل برخواهد خورد. بنا به گفته مقام‌های اروپایی 70-80% پیشنویس مربوط به سرگیری توافق اجرای برجام از دور قبل آماده است، اما هنوز معلوم نیست تهران حاضر است مذاکرات را از نقطه قبلی ادامه دهد یا نه. جمهوری اسلامی در همین رابطه میگوید تبدیل پیشنویس به توافق نیازمند مذاکره است و دولت جدید ایران درباره بخش‌هایی از پیشنویس قبلی نکته‌هایی دارد. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته مذاکره کنندگان بر مبنای نظریه مقاومت که تهدید زدایی است کار را پیش می‌برند. مذاکرات احیای برجام در وین پس از 5 ماه وقفه از 8 آذر با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین از سر گرفته شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اقدامات ایران در منطقه را شرارتبار خواند و با اشاره به جاه طلبی اتمی ایران از شورای امنیت خواست جلسات بیشتری در مورد جمهوری اسلامی برگزار کند. لیندا توماس گرینفیلد در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه حماس و حزب الله را سازمان‌های تروریستی توصیف کرد که از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می‌شوند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا طرحی را با عنوان قانون توقف پهپادهای ایران پیشنهاد کردند. تهیه کنندگان دموکرات و جمهوری خواه این طرح هدف از آن را جلوگیری از دسترسی ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به هواپیماهای بدون سرنشین اعلام کردند که می‌تواند برای حمله به آمریکا و متحدانش استفاده شود. همزمان با سرگیری مذاکرات احیای برجام، وزیر خارجه اسرائیل به ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد. یائیر لاپید بار دیگر بر موضع اسرائیل تاکید کرد که جمهوری اسلامی می‌خواهد زمان بخرد تا برنامه اتمی خود را توسعه دهد. اسرائیل پیش از این جمهوری اسلامی را تهدید کرده در صورت نزدیک شدن به دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران حمله نظامی می‌کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نگاه نکردن علی باقری کنی مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای ایران به زنها را نشانه اخلاق و پاکدامنی دانست. شریعت مداری یادداشت را در انتقاد به مطلبی در روزنامه شرق نوشت. شرق گفته بود باقری کنی به خانم‌ها مستقیم نگاه نمی‌کند و با رسانه‌ها میانه خوبی ندارد و این نوع رفتار می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای فضای بسته‌ای را ایجاد کند. شریعت مداری چنین برخوردی را از باقری کنی نشانه نجابت و تعهد به اسلام و انقلاب عنوان کرد و از مدیر مسئول روزنامه شرق خواست بابت آنچه کیهان اهانت سخیف دانسته عذرخواهی کند. مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از شهر بن آلمان همراه ما هستند. آقای مهدوی‌آزاد، ابتدا از همین خبر آخرش رو بکنیم و واکنش کیهان که نگاه نکردن آقای باقری کنی به زنها رو نشانه پاکدامنی او دونسته. به طور کل این موضوع و اینکه به طور کل اینکه تیم مذاکره کننده ابراهیم رئیسی چه ویژگی‌هایی داره بیشتر برای ما توضیح میدید؟
والا به خود من نمیدونم بخندم، گریه کنم، مسخره بکنم. یعنی اصلا تاسف آوره که در جامعه ایران 7 دهک جامعه زیر خط فقره، 5 دهک جامعه زیر خط فقر سیاهه. یعنی نه تنها گوشت و مرغ نمیتونه راحت بخره، میوه هم دیگه نمیتونه بخره. یکی از بزرگترین موج‌های مهاجرت در کشوری که جنگ توش نیست در ایران راه افتاده. 10% مردم جامعه ایران آواره است. اصلا از در و دیوار کشور داره مصیبت میباره. بعد تمام بغدغه حکومت و تمام مشکلات ما گره خورده به اینکه آقای باقری کنی موی زن رو ببینه یا نبینه. جدا تاسف آوره. اینکه بخشی از آدما میگن این گرایش در واقع گرایش اسلامی نیست، یک فرقه است، بیشتر تبدیل به فرقه شده، ناشی از همینه. به خاطر که در گرایش اسلامی میدونید اصلا قاعده شما لازم نیست مرجع تقلید باشید. قاعده استرار که میگن، یعنی حتی همه شنیدیم در شرایط استراری شما میتونید گوشت مردار بخورید. نمیخوام بحث دینی بکنم، ولی شما در شرایطی که مخصوصا در اسلام میگه قاعده استرار، موقعی که جان شما، نفس شما، سلامتی شما در خطر باشه، تقریبا تمام حرام ها رو شما میتونید انجام بدید، چه برسه دست دادن با یه زن یا نگاه کردن به صورت یک زن. موقعی که صحبت از جزمندیشی میکنیم، صحبت از قشریگری، صحبت از تحجر میکنیم، اون چیزی که در به زبان آکادمیکتر بسیارش اسم رو میذارن بنیادگرایی، فوندامنتالیسم، در واقع داریم راجع به همچی پدیده‌ای صحبت میکنیم. پدیده‌ای که طرف اونجا نرفته بر مبنای منافع ملی یک کشور با کسی بحث بکنه. دغدغه اصلیش منافع ملی کشور، اقتصاد یک کشور، یک تمدن نیست. دغدغه‌اش یک نوع ذهنیت بسیار سطح پایینه، در موردی که اگر این خانم رو من نگاه کنم مثلا تو جهنم سر پل صراط اینجوری میشه یا نمیشه. به جز این ما صحبت هایی هم که از طرف تیم مذاکره کننده میشنویم و از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه کمی ضد و نقیض هست. دیروز سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که ما مذاکرات رو گام به گام انجام نخواهیم داد، اما امروز یکی از اعضای تیم مذاکره کننده گفته مذاکرات رو تا رسیدن به نتیجه ادامه میدیم. این تناقض گویی ها رو چطور میبینید؟ به نظر شما مذاکرات فعلی هم فرسایشی و طولانی خواهد بود؟ بله، ببینید سوال قبلی شما رو من عملا جواب نتونستم بدم، جواب ندادم به خاطر که جوابی نداره. یعنی شما گفتید راجع به مشخصات تیم دیپلماتیک آقای ابراهیمی رئیسی صحبت کنید، واقعیت نیستش که شما از منظر علوم سیاسی، از منظر تخصصی تکنیکی نمیتونید به این تیم نگاه بکنید. تیمشون عمدتا به غیر از اون دیپلمات‌های در واقع کارکشته‌ای که از وزارت خارجه احتمالاً همراهیشون می‌کنن، عمدتا همچین تیمی است. یعنی تیمی قشریگرا، جزمندیش، رادیکال، بر مبنای در واقع گرایش‌های فرقه‌گونه، تفاسیر عجیب و غریب. مردی که واقعا آیا این تیم با این مشخصات میخواد مذاکره بکنه، رفته به توافق برسه یا نه. نه تنها من و شما چیزی نمیدونیم، اگر به حرفای رسانه نگاه کنید الان کشورهای جهان هم در واقع همه در حالت سردرگمی هستن. در همین 24 ساعت گذشته تقریبا آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا چند بار موضع گرفت که ما نمیدونیم اینها واقعا اومدن میخوان مذاکره بکنن یا میخوان وقت بکشن. آخرین باری که این تیم با این هیئت، با این صلابت، با این قیافه و ادا اطوارا رفت مذاکره در زمان صدارت سعید جلیلی بود. بعدن همین آقای علی باقری، خود آقای باقری در دانشگاه مصاحبه کرد و گفت ما اون موقع نمیخواستیم مذاکره بکنیم، ما معتقد بودیم که باید از نظر تکنیکی پرونده اتمی ایران پیش بره، واسه همین داشتیم زمان میکشتیم. به نظر میرسه الان هم بخشی از این تیم همین رو میخوان، هرچند که بخشی از دولت آقای رئیسی دیگه میدونن پول میخوان، میدونن شوخی نداره، کشور تحت تحریم و نیازمند پول هستن. در مجموع میخوام بگم جریانی که الان هیئت مذاکرات در دست گرفته در واقع همون هسته سخت قدرت، خیلی علاقه به تنش زدایی با آمریکا نداره. آقای خامنه‌ای خیلی صریح گفته تنش واسه ما بهتر است از در واقع چالش بهتر است از سازش، هزینه های سازش برای ما بیشتر از چالشه. در مجموع فکر می‌کنم شاید بعدش نهایت بتونه تحریم‌ها رو برداره، ولی با رویکردی وارد مذاکره نشده که سرانجامش یک توافق جامع با کشور غربی باشه. راستش بخواید من بیشتر ناامیدم تا امیدوار. بنابراین میتونیم بگیم اونطور که بسیاری از ناظران میگن ایران به دنبال خریدن وقت برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش است. اگر کوتاه بفرمایید. ببین دیروز منابع غربی اعلام کردن که اسرائیل، منابع اطلاعاتی اسرائیل به کشورهای اروپایی اطلاع داده که ایران دورخیز کرده برای غنی‌سازی 90%. اگر چنین اتفاقی بیفته نه تنها مذاکرات به هم میخوره، بلکه یک در واقع شما نشانه آشکار دارید که از اینکه ایران به واقع دوست داره بره به سمت سرنوشت کره شمالی، چیزی که اصلا تمدن ایران رو احتمالاً تا مرز نابودی پیش خواهد برد. من فکر می‌کنم رویای علی خامنه‌ای، رویایی که میگه ما قوی می‌خوایم بشیم، رویایی که فکر می‌کنه ما داره مسیر هخامنشیان رو میره، همه جا دخالت می‌کنه، بمب می‌خواد بسازه، فکر می‌کنم این رویا همچنان غالب هست بر این هیئت. بنابراین تصور می‌کنم دنبال این رویا خواهند رفت. دورنمای سازش یا مصالحه نیست، دورنمای افزایش تنش است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از برن، ممنونم از توضیحاتتون. نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران.
بازگرداندن طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های قوه مقننه با واکنش‌های نمایندگان مجلس روبرو شد. فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در توییتر نوشت این طرح بعد از مشورت با فعالان کسب و کارهای مجازی اصلاح خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفت قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی با در نظر گرفتن مطالبات مردم، منافع صاحبان کسب و کار و اجماع نخبگان اثر بخش خواهد بود. یک روز بعد از اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اجرای شدن دقیق پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌ها در برخی مدارس ابراز نگرانی کرد. کمال حیدری می‌گوید به برخی مدارس برای رعایت نکردن پروتکل‌ها اخطار داده شد. انجمن حقوق انگلستان و ولز فهرستی از کشورهای پرخطر در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم منتشر کرده که ایران در این فهرست رتبه پنجم را دارد. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرخطر موجب می‌شود روابط تجاری با ارزیابی‌های مضاعف صورت گیرد. شرکت گلوبال اکونومی هم در فهرستی به عنوان کنترل فساد که سالانه بر اساس داده‌های بانک جهانی منتشر می‌شود، ایران را در جایگاه 163 در میان 192 کشور بررسی شده قرار داده است. بنابر اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان مهر ماه از 4227 تریلیون تومان عبور کرده است. بر اساس این گزارش رشد یک ساله نقدینگی 42.8% بوده که بیشترین رقم در 10 سال گذشته است. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد یک ساله پایه پولی 36.4% اعلام شده است. رشد نقدینگی و پایه پولی از دلایل اصلی تشدید تورم به شمار می رود. انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن این طرح قیمت دارو 4 برابر می‌شود. محمد رضا واعظ مهدوی رئیس این انجمن می‌گوید 5 میلیون نفر از دهک‌های پایین درآمدی فاقد بیمه درمانی هستند. حذف ارز ترجیحی رقم فرانشیز را افزایش می‌دهد و مثل این است که مردم در بازار آزاد دارو تهیه کنند. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده ابعاد تازه‌ای از سرکوب اعتراضات اصفهان را نشان می‌دهد. حداقل 30 نفر از معترضان به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم در بیمارستان بستری‌اند. کمپین حقوق بشر در ایران روز گذشته در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت دست کم 214 نفری که در اعتراضات بازداشت شدند و 13 نوجوانی که در میان بازداشت شدگان هستند ابراز نگرانی کرد. فیروزه جابانی گزارش می‌دهد. این تصویر و صدای شلیک گلوله پاسخ به شهروندانی را نشان می‌دهد که از مرگ زاینده رود و بحران بیابی اصفهان به دلیل مدیریت ناکارآمد مسئولان گفتند. کشاورزانی که روزگاری سهمی در صنعتی شدن اصفهان داشتند، حالا در اعتراض به نبود امنیت شغلی و معاش، هدف نیروهای امنیتی حکومت قرار می‌گیرند. برای نیروهای امنیتی تفاوتی هم ندارد، اگر معترضان زن باشند، مرد، کودک، پیر یا جوان. یاسه کشتنش یا مطالبه گریشان مسالمت آمیز و مدنی. فقط باید صدای اعتراض آنها خاموش شد. سرکوبی که روز و شب هم نمی شناسد. بازداشت دست کم 214 نفر شهروند معترض که 13 تن از آنها کودک بودند بنا به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران. دست خودم خورده به توی سینم و کمرم که نمیتونم فیلم برداری کنم. و اما گلوله هایی که یک هفته پیشتر شلیک شدند، اما زخم های آن تا به امروز و تا همیشه شاید کهنه نخواهند شد. مجروح شدن تنها 19 نفر از شهروندان از سوی مقام‌های پزشکی اصفهان تایید شد. گفتند دو تن از آسیب دیدگان در شرایط نامساعدی هستند.
اما پس از آن دیگر آمار تازه‌ای از چشم‌ها، سرها، صورت و کرامت‌های انسانی که هدف تفنگ‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند، گزارش نشد. سکوتی که با واکنش انتقادی شهروندان در سراسر ایران روبرو شد. کمرم پره، صورتم پره. باز هم رسانه‌های اجتماعی به مدد مطالبات مدنی مردم آمدند. ملاحظه می‌کنی؟ ده‌ها تن از شهروندانی که با هشتگ‌هایی چون از اصفهان بگو، اصفهان تنها نیست، اصفهان و زاینده رود و با بازنشر تصاویری یک چشم خود را بستند تا از درد شهروندانی بگویند که حکومت چشمان خود را در برابر معضلات و مشکلات آنها بسته و آنها را هدف آتش قرار داده. مادران آبان هم به این کارزار پیوستند و از درد مشترک گفتند. آبان 98، آبان 1400. سیاست سرکوب 42 سال است در برابر هر نوع اعتراض مردمی از سوی حکومت اعمال می شود، با این تفاوت که به نظر می رسد شیوه اجرای آن در اعتراضهای اخیر تغییر کرده است. پیشتر شلیک گلوله به سر و صورت با هدف مرگ آنی معترضان بود، امروز شلیک گلوله ساچمه‌ای باز هم به سر و صورت به قصد مرگ تدریجی منتقدان. همینجا بشین، همینجا یه لحظه بیا بگیرش. اسناد پزشکی و رادیولوژی شماری از شهروندان که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که گلوله‌های ساچمه‌ای به بخش‌های گسترده‌ای از سر و صورت آنها اصابت کرده. نشون نداره. رویه‌ای که یک پزشک از اصفهان آن را جنایت توصیف می‌کند. اون ساچمه‌ها سال 98 ده‌ها و شاید صدها چشم رو تخلیه کرد. بعد اونو به سمت کشاورز مفلوک و بدبخت کشورت می‌گیری و شلیک می‌کنی. خدایا من چقدر خوشبختم که جای تو نیستم و تو چقدر بدبختی که از این راه نون می‌خوری. روزی که باید به این جنایت هاتون جواب بدین دور نیست. شماری از هنرمندان و فعالان مدنی هم با این کارزار همراه شدند و زخمای اصفهان را به تصویر کشیدند، روایت کردند از مجروحانی که به دلیل اعتراض به بحران موجود زندگی از آنها گرفته شد. خرداد گفتیم نزن، آبان گفتیم نزن، آذر است میگوییم نزن، تا بی عدالتی هست نزن، رئیس نزن. این مردم به خاطر مدیریت ناکار آمده شما گرفتارند و بیکار و گرسنه و بی آب. نه آب مانده نه هوا. به داد مردم برس اگر مسئولی. نزن. حالا فقط دیگر زاینده رود نماد اصفهان نیست. اصفهان از پاییز 1400 با صورت‌های زخمی و دستان خالی شهروندانی تعریف می‌شود که به زاینده رود تشنه پناه آورده بودند. فیروزه جابانی، لندن. تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به ادامه اعتراض معلمان به وضعیت معیشتیشان می‌پردازیم. همزمان روزنامه کیهان خواستار استخدام شماره اندوه روحانیون در آموزش و پرورش شد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مرور کنیم بر سرخط خبرها. روز سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. ادامه اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی در شهرهای ایران، در حالی که معلمان در قم و در اعتراض به حقوق کم و تبعیض در شرایط استخدامی تجمع کردند، روزنامه کیهان خواستار استخدام شمار انبوه روحانیون در آموزش و پرورش شد. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران، در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از کوچه عتیق فروشی در کابل که با آمدن طالبان سوت و کور و راکت است.
روزنامه کیهان با انتشار مطلبی با توجه به رأی اعتماد وزیر آموزش و پرورش به جذب و استخدام روحانیون در مدارس تأکید کرد و این اقدام را یک مأموریت مهم برای مهمترین وزارتخانه دولت عنوان کرد. رسانه نزدیک به علی خامنه‌ای با طرح این سوال که چرا برخی از دختران دانش آموز بعد از 12 سال تحصیلی درباره فلسفه حجاب آگاهی ندارند و با ابتدایی ترین مسائل آن بیگانند نوشت استفاده از خیلی انبوه روحانیون و طلاب که در حوزه علمی تحصیل کردند می تواند با استقرار یک طلبه در هر مدرسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و جمعی از معلمان طی بیانیه‌ای به رتبه بندی تصویب شده اعتراض کردند. در این بیانیه آمده بیش از 14 سال است که شاغلان و بازنشستگان فرهنگی به امید اجرای قانون برای گشایش در زندگی و بهبود معیشت بودند، اما تصویب نهایی لایحه رتبه بندی و نحوه محاسبه همسانسازی بازنشستگان توسط دولت و مجلس سلاخی شد و حقوق پایه معلمان به 80% حقوق پایه اعضای حیات علمی هم نرسید. شماری از فرهنگیان در اعتراض به رتبه بندی تصویب شده در قم تجمع کردند. روز گذشته هم در فیروزآباد فارس معلمان در اعتراض به حقوق کم با توجه به نرخ بالای تورم تجمع کردند. نشستی منتظری من بیام اینجا داد بزنم فریاد بکنم حق تو رو بگیرم؟ چجور میخوایی جواب بچه تو بدی؟ بچه که تو فرق داره زندگی میکنه به خاطر اینکه تو خونت نشستی، برای که تو به فکرش نیستی. یه مثال کوچیک بزنم. من یه سنگکاری بردم خونم کار بکنه، می‌خواستم ازش تخفیف بگیرم، بهم نداد. گفتم چرا تخفیف نمی‌دی؟ گفت این حق زن بچه‌م، نمی‌تونم به تو ببخشم. معلمی که تو خونه نشستی تو دفتر داد می‌زنی فلان جا اینقدر حقوق می‌گیرن، فلان جا اینقدر حقوق می‌گیرن، چرا من نمی‌دم؟ پس اون نمیشه حق تو بگیری. الان علی علیه السلام سکوت کرد. چی گفت علی علیه السلام سکوت کرد؟ علی بلند شد رفت تک در خونه مهاجر و انصار حقشو بگیره. اینکه میگن سکوت کرد، اینکه می‌خواد منو تو رو به سکوت وادار کنه. 25 سال سکوت نکرد، 25 سال فریاد کشید. ماها میان حکومت امام علی ساکت سکوت کرد، فلان سکوت کرد. نمه خدا این معلمی که تو خونت نشستی میتونی جواب بچه تو بدی؟ بده. پس اردو میگه تو باعث فقر من شدی، تو باعث بدبختی من شدی، حق رو نمیان بهت بدن که باید بگیری. فراخان، این دو روز را هم حساب میکنیم جز همون کرونا است. مثل پارسالی که یک سال فقط به میز صندلی دست دادیم، خودمون نابود شدیم، هیچ نتیجه نگرفتیم. دو روز هم روی اونا، دو روز هم ما ضرر نزنیم. از کنم مدت ها اونا ضرر زدن به آموزش، در صورتی ما قلبا دوست داشتیم آموزش برگزار بشه، اصلا یک روز هم نمیخواستیم مجازیم. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول ترکیه همراه ما هستم. آقای بهرامی، همونطور که دیدیم تجمعات فرهنگیان نسبت به وضعیت بد معیشتی و شرایط استخدامی همچنان ادامه داره. در چه شرایطی ما می‌بینیم که روزابی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از وزیر جدید آموزش و پرورش می‌خواد که روحانیون رو استخدام بکنه؟ به نظر شما چرا همچین رویکردی وجود داره؟ خب واقعیت اینه که در سایه دین حکومتی، خب ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد گسترش بیرویه حوزه‌های علمیه بودیم، اهم از حوزه علمیه قم و دیگر شهرستان‌ها. یک جمعیت زیادی از افراد رو به صورت طلبه در این حوزه آموزش دادن و الان جمهوری اسلامی فکر میکنه که اینها باید برای مأموریت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک به قسمت‌های مختلف، حتی کارخونه‌ها، یعنی شما از مدارس صحبت می‌کنید، ما شاهد هستیم که حتی در شرکت‌ها و در کارخونه‌ها هم روحانی‌ها رو مستقر می‌کنن که هم اینها رو به یک کاری گماشته باشن و هم این اهداف ایدئولوژیکشون رو محقق کنن. از طرفی دیدن که با وجود سیستم گزینش بسیار سختگیرانه‌ای که در این 40 سال برای آموزش و پرورش و جذب معلم به کار بردن، می‌بینن که هم معلم‌ها و هم دانش و هم خانواده‌های دانش آموزان نسبت به اون اهداف فرهنگی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده کاملاً بی‌اعتنا هستند و حتی کاملاً مستقیم در مقابل این ارزش‌ها و این آرمان‌ها قرار گرفتن. اینه که به این نتیجه رسیدن که هم طلبه‌ها رو اونجا به کار بگیرن و استخدام کنن و همین که تا حدی به این اهداف فرهنگیشون دست پیدا کنن.
در رابطه با دستیابی به همین اهداف فرهنگی، فکر میکنید که حضور روحانیون در مدارس چه تأثیری بذاره روی نظام تربیتی و آموزشی مدارس؟ خب واقعیت اینه که چند سال پیش در شهر تهران حداقل من حضور ذهن دارم که این طرح که کیهان الان پیشنهاد داده عملیاتی شد، اجرا شد و در هر مدرسه یک روحانی رو برای برگزاری نماز و برای مسائل تربیتی و فرهنگی به قول خودشون وارد کردن، اما کاملا این طرح شکست خورد و به نوعی اون روحانی ها از مدارس فرار می کردن، یعنی هم از دست دانش آموزان و هم از دست معلمانی که اونجا معمولا با این روحانیان سر مسائل مختلف مخالفت می کردن. اما یک واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت، اون که در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای دور افتاده و شهرستان‌هایی که دسترسی به امکانات کمتر وجود داره یا اصلا وجود نداره، معمولاً منبع آموزشی بچه‌ها و خانواده‌ها چندگانه نیست، یعنی مثلا به مدیا، به اینترنت، به ماهواره و وسایل ارتباطی دسترسی ندارن و در این مناطق هستش که حضور روحانیون و حضور این آموزش‌های ایدئولوژیک واقعاً خطرناکه و یک نسل تندرو و دگرستیز رو پرورش میده. شما فراموش نکنید که خود مقامات سال گذشته گفتن 3 میلیون نفر در روزهای کرونا به امکانات آموزشی دسترسی نداشتن. خب همین 3 میلیون دانش آموز میتونه هدف بسیار ارزشمندی برای این آموزش‌های ایدئولوژیک و برای این هدفی باشه که حکومت ترسیم کرده و به نظر من خطرناک است و باید پیگیری بشه از طرف مردم، تحلیلگران، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی. به نظر شما به طور کل وزیر آموزش و پرورش جدید و به طور کل دولت ابراهیم رئیسی دغدغه کیفیت سطح آموزش در کشور و همینطور ارتقای سطح زندگی معلمان رو دارن؟ صراحتاً عرض کنم خیر، واقعاً معیشت معلم‌ها شاید آخرین اولویتی هستش که هم دولت، هم رهبر جمهوری اسلامی و هم تمام ارکان و سازمان‌های در قالب جمهوری اسلامی بهش فکر می‌کنن. ما می‌بینیم که بیش از 10 سال هست که یک طرحی به نام رتبه بندی فرهنگیان رو در دستور کار دارن و باز هم در همین دولتی هم که خیلی ادعا می‌کرد که دولت قبل به اقشار فقیر جامعه بی‌توجهه، همین دولت هم دیدیم که هم سلاخی کرد، از حیز انتفاع ثابت کرد و هم همون طرح مسله شده رو هم اجرا نمی‌کنه و الان بهانه میارن که بودجه ندارن، در حالی که ما شاهد هستیم که معلم‌ها با چه وضعیت اقتصادی مواجهن و حقوق بالاترین حقوق یک معلم به نصف خط فقر هم نمیرسه. اینه که به نظر من هیچ دغدغه‌ای در ارتباط با مسائل معیشتی معلم‌ها در حاکمیت دیده نمیشه. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از استانبول، ممنونم از شما. سرانه مصرف میوه و تربار هر ایرانی که یک دهه پیش بیش از سرانه مصرف جهانی بود، در سالهای اخیر با سیر کاهشی شدیدی مواجه شده و میوه و سبزیجات را از دسترس طبقه متوسط دور کرده. مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، به خبرگزاری ایلنا گفت با کاهش خرید مردم، مصرف میوه در کشور تا 50% کم شده است. ماهرخ غلام حسین پور گزارش می‌دهد. رئیس اتحادیه بارفروشان میگوید مصرف میوه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 50% کاهش یافته. مسئولان میگویند میوه و سیفیجات در میادین تربار به حد کفایت عرضه می شود، اما عملاً به دلیل تورم بالا این گروه از مواد غذایی از سفره‌های مردم دور مانده. ورودی میادین میوه و تربار تهران روزانه 22 هزار تن میوه و سیفیجات است. با این همه غرفه‌داران از خلوتی و بیرونقی بازار میگویند. قبلا وقتی میومدی تربار به سختی میتونستی اصلا از لابلای مردم بری، ولی الان خیلی خلوت شده. من خودم الان اومدم، فکر کنید من هر وقت میومدم یه چیزی میگرفتم زیر 1 کیلو 2 کیلو، الان اومدم 2 تا دونه هویج برداشتم، 2 تا دونه بادمجون برداشتم و فکر کنم این خیلی زشته برای یه خانواده ایرانی که بخواد اینجوری خرید کنه. نمیدونم مسئولین واقعا اطلاع ندارن یا خودشون اینقدر ماشاءالله تو رفاه که از مردم خبر ندارن.
پرتقال، کیوی، انار و سیب روی دست فروشندگان مانده. با نزدیک شدن به شب یلدا بیم آن می رود که انار و هندوانه هم همچون آجیل شب یلدا تبدیل به کالاهای لوکسی شوند که فقط در دسترس طبقه خاصی از جامعه خواهند بود. این موضوع شامل سایر اقلام مواد غذایی هم می شود. حالا دیگر خرید تخم مرغ جایگزین مرغ نیست و جای مرغ را استخوان، پوست و پای مرغ یا ضایعات گرفته. سفره‌های رنگینی که سابق بر این به برکت مهمان‌ها رونق می‌گرفت، حالا بی توشه مانده. حالا مهمان دارم، خدا رو شاهد می‌گیرم، نمی‌دونم خرج خودم بدم. این واقعیت. نه که بگم پنداره خونما فیل دردار میکنی از یه حرف و حرف و حقیقت هم میدونم. بگو یک کمی به داد و مردم برسی، بیا بپرسه من چیکار باهاش کار کنم، برای گدایی کنم یه میلیونی به من حقوق میدن، خب چرا حرام کنم؟ این میده من الان آمدم یه نزیگه چیه کل مهزینه خرش کردم، من چیکار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم بی قلب محمدی. 10 سال پیش سرانه مصرف میوه هر ایرانی 151 کیلو و دو برابر متوسط جهانی بود. سال 1394 این آمار تا 134 کیلوگرم کاهش یافت. در سال 1398 سرانه مصرف هر خانوار به 100 کیلوگرم رسید. رقمی که این اواخر گفته می شود با سقوط عجیب 50% به 50 کیلوگرم رسیده. تقاضا برای خرید میوه‌های پلاسیده و دورریز، میوه درخت آفت زده دولت است. ضایعاتی که در گذشته غذای دام می‌شد، این روزها جای محصولات تازه و نوبرانه را گرفته. آن هم اگر قدرت خریدی برای همین ضایعات باقی مانده باشد. ماهرخ غلام حسین پور، واشنگتن دی سی. تا دقایق دیگر همزمان با روز جهانی ایدز نگاهی خواهیم داشت به افزایش مبتلایان شناسایی نشده ایدز در ایران. وزارت بهداشت می‌گوید تعداد افراد شناسایی شده دست کم 1/3 شمار واقعی افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی است. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. روز سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نمایندی آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. ادامه اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی در شهرهای ایران، در حالی که معلمان در قم و در اعتراض به حقوق کم و تبعیض در شرایط استخدامی تجمع کردند، روزنامه کیهان خواستار استخدام شماره انبوه روحانیون در آموزش و پرورش شد. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران، در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از کوچه عتیق فروشی در کابل که با آمدن طالبان سوت و کور و راکت است. در حالی که سازمان ملل متحد ایدز را یک همگیری ناشی از نابرابری می‌داند، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران می‌گوید آغاز همگیری کرونا باعث شناسایی موارد کمتر، کاهش درمان و مراقبت از مبتلایان به ایدز شده. محمد مهدی گویا می‌گوید ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا با مشکلات تشخیصی و درمانی ایدز مواجه شده است. این در حالی است که کمال حیدری معاون بهداشت این وزارتخانه به افزایش 40% شناسایی افراد مبتلا نسبت به سالهای گذشته اشاره می کند. به گفته او تعداد قطعی افراد شناسایی شده 22 هزار نفر است، اما این آمار دست کم 1/3 افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی است. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید اقدامات مؤثر و کنترل درست انتقال خونی ویروس اچ‌آی‌وی در میان معتادان تزریقی را 60% کاهش داده و به 10% رسانده است. محمد جواد سلمازاده مسئول مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری این استان هم میگوید ایدز در گذشته از راه تزریق معتادان منتقل می‌شد، اما بنا به آماری که او ارائه می‌دهد اکنون در ایران بیش از نیمی از ابتلاها مربوط به رفتار پرخطر جنسی است، در حالی که این رقم در گذشته 15% بوده است.
نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از شهر مالمو سوئد همراه ما هستند. خانم دوستار، چرا ایدز در ایران همچنان یک تابوه و چرا آموزشی در خصوص پیشگیری از این بیماری در مدارس و همینطور رسانه‌های رسمی انجام نمیشه؟ هر چیزی که در ایران به مسئله زن، به مسئله رابطه جنسی به نوعی ارتباط پیدا بکنه در ایران تابو محسوب میشه. من اشاره میکنم به جمله‌ای که علیرضا رئیسی معاون سابق وزارت بهداشت گفته بود، ما هر بار که خواستیم درباره اید اطلاع رسانی کنیم به متهم شدیم که داریم اشاعه فحشا میکنیم. خب این نگاه نشون میده که تا چه حد اطلاع رسانی در زمینه این بیماری و مسائل مبتلایان به اون در واقع درگیر تابوهای مختلفیه و دربارش حرف زدن اساساً بسیار مشکله و ممکن نیست. به همین دلیل هم هستش که این تابوها از جای شروع میشن که لزوم آموزش وجود داره. ما میدونیم برای کنترل در واقع اشاعه و شیوع بیماری ایدز ما نیاز داریم به آموزش مسائل جنسی از سنین بسیار پایین‌تر، در حالی که در جمهوری اسلامی این نوع آموزش‌ها رسماً در آموزش رسمی جایگاهی نداره و حتی اگر به شکل غیر رسمی در بازار در واقع آزاد کتاب هم بخواد یک همچین مسائلی ارائه بشه باهاش مخالفت میشه. نتیجه این مسئله این هستش که خب آمار گسترش پیدا میکنه، تعداد زیادی از افراد اساسا آگاهی از اون ندارن که ممکنه در معرض بیماری باشن یا اینکه راههای پیشگیری و جلوگیری از اون رو نمیدونن و خب همه اینها رو اضافه بکنید به اینکه در شرایط فعلی یک قانونی هم با عنوان قانون جوانی جمعیت داره اجرایی میشه که دسترسی به منابع پیشگیری از بارداری و حتی آموزش دیدن در این زمینه رو به طور کلی محدود و ممنوع کرده. خب توی چنین شرایطی میشه دید که آمارها اضافه خواهد شد و به خصوص یکی از گروه هایی که بسیار قربانی این پنهانکاری ها و این در واقع تابوها خواهند شد زنان هستند، برای اینکه ما میدونیم که درصد بسیاری از زنان به دلیل روابط همسرانشون دچار این بیماری ها میشن و خب آموزشی وجود نداره، راه پیشگیری هم وجود نداره. گفته شده راه اصلی ابتلا به ایدز در ایران رابطه جنسی است. این موضوع چه پیامدی برای کشور خواهد داشت؟ خب همونطوری که اشاره کردم، با توجه به اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین راه‌های انتقال ویروس HIV همین روابط جنسی هست، پیامد وجود نداشتن آموزش و محدود کردن در واقع وسائل پیشگیری از بارداری یا وسائل پیشگیری در رابطه جنسی، اینها پیامد اولیه‌اش اینه که تعداد مبتلایان بالاتر میره و وقتی تعداد مبتلایان بالاتر بره این باعث میشه که خب تعداد زیادی بدونن که حتی خودشون بدونن یا راهی برای کنترل داشته باشن این رو به دیگران هم منتقل بکنن. همونطوری که اشاره کردم موضوع قانون جوانی جمعیت مسئله نیستش که فقط به افزایش جمعیت برگرده، مسئله ای که تو ابعاد بسیاری از نظر بیماری های مقاربتی، از نظر کنترل و در واقع مهار معلولیت ها و مشکلات این چنینی و همچنین این نوع بیماری ها نقش اساسی داره. به این موضوع هم بپرسیم که به طور کل وضعیت بیماران مبتلا به ایدز در ایران با توجه به تابو بودن این بیماری الان به چه شکل است؟ آیا داروها در دسترس هستند و این بیماران از نظر روحی در چه شرایطی هستند؟ اگر کوتاه بفرمایید. خب مسئله تابو بودن باعث میشه که کسانی که دچار این بیماری هستند این رو ابراز نکنن. این مسئله ابراز نکردن یا در تحت کنترل نبودن یا تحت درمان نبودن خودش در درجه اول باعث اشاعه بیماری میشه. از سمت دیگه ما میدونیم به هر حال کمبودهایی در زمینه داروهای این بیماری وجود داره. برخی از داروهایی که داخل ایران تولید میشن مورد اعتماد نیستن، کمبود داروی خارجی وجود داره و اساساً این تابوها باعث منزوی شدن افراد مبتلا میشه و خب این انگ اجتماعی باعث میشه که افراد از انتقال در واقع بیماری به وسیله خودشون
جلوگیری نکنن و یا تا جایی که ممکنه بیماری رو پنهان کنن و دچار افسردگی و عوارض روحی فراوانی خواهند شد. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو، ممنونم از توضیحاتتون. آمار رسمی وزارت بهداشت افغانستان از شناسایی 7749 مورد ابتلا به اچ‌آی‌وی تا سال 2020 حکایت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، رایج‌ترین دلیل ابتلا به اچ‌آی‌وی در افغانستان آمیزش جنسی محافظت نشده می‌باشد. همچنین جمعیت 3 میلیونی معتادان در افغانستان و استفاده معتادان تزریقی از سرنگ مشترک اعتیاد را به دومین عامل گسترش ایدز تبدیل کرده است. فرشته محبوبی گزارش می‌دهد. اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری شده، مناسبتی که هدف از آن آگاهی سازی بیشتر جامعه بشری با راه‌های ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی و چگونگی کنترل و پیشگیری از گسترشان است. منتظر بودند تا سلمان بیکار شد و کارشان یا سرشان ریششان جور کنه، که سلمان بسیار با عجله کار میکنه و همین پله یا ماشین خدا تمیز نمی کنه و اونو در ذهنم حک شد. اسمش راشد است و به این بیماری مبتلا شدم. نوبت من رسید و من هم رفتم و ریشم که خط می کردم باز زیر گلون من تیغش زد و من همونجا یک حس برم گفت که یک کار شد و از اون خاطر دیگه بعد از اون سلمانی بیمار شدم، بعد از یک هفته من جاندردی و بیهیسی و بیحالی و اعصاب خرابی شروع شد. آخرین آمار وزارت صحت عامه در افغانستان از شناسایی 7749 مورد ابتلا به اچ‌آی‌وی تا سال 2020 حکایت دارد که تنها 1089 مورد از آن تحت درمان قرار داشتند. با این حال آمار دقیقی از بیماران ایدز وجود ندارد و برآورده‌ها این رقم را در حدود 1000 نفر می‌داند. بر اساس این اطلاعات، رایج‌ترین دلیل ابتلا به اچ‌آی‌وی در افغانستان مقاربت‌های جنسی محافظت نشده می‌باشد. همچنین موجودیت بیش از 3 میلیون معتاد و استفاده معتادان تزریقی مشترک اعتیاد را به دومین عامل گسترش این بیماری تبدیل کرده است. جمعیت مردان افغان مبتلا به اچ‌آی‌وی نزدیک به 3 برابر بانوان است، هرچند که کارشناسان نسبت به صحت این اعداد تردید داشته و عقیده دارند نبود تشخیص درست مانع از دسترسی به تعداد واقعی مبتلایان می شود. بسیاری از افراد در حدود 2 تا 4 هفته پس از مرض قرار گرفتن بیماری دچار بیماری های انفلونزایی میشن، یعنی تب در وجودشان به وجود میآید، خارش پوست، سردردی، ضعف های دهن، زخم های آلات تناسلی نیست مشاهده میگردد. چگونه میدانیم پیشگیری کنیم از مصاب شدن به ویروس اچ‌آی‌وی؟ اولا استفاده از کاندوم در طولانی مدت و اشخاصی که مصاب به اچ‌آی‌وی هستند، حدود 80% خطر انتقال را چی میدونه؟ کاهش میدهد. با این حال در هر شرایط پیشگیری و آموزش بهتر در مورد بیماری های گوناگون راه نجات برای بیماران خواهد بود. فرشته محبوبی، تورنتو. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوش و کنار جهان. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از حمله گسترده به مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، از جمله انهدام یک پهپاد و یک قایق انفجاری حوثی‌ها و بمباران یک سایت مخفی متعلق به سپاه پاسداران در صنعا خبر داد. شبکه تلویزیونی المسیره، فرستنده اصلی حوثی‌ها، گفت نیروهای ائتلاف 3 حمله هوایی به فرودگاه صنعا کردند، اما حمله چهارم یک پارک را هدف قرار داده است. حوثی‌ها نیز تاکنون بارها نقاط حساسی را در عربستان سعودی هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در دیداری در شهر ریگا پایتخت لتونی درباره حمایت از اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه، تهیه نقشه استراتژیک جدید ناتو، کنترل تسلیحات و سایر مسائل امنیتی گفتگو کردند. استولتنبرگ در جمع خبرنگاران هشدار داد اگر روسیه بخواهد دوباره علیه اوکراین از نیروی نظامی استفاده کند، مسکو برای این کار بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. تیراندازی یک دانش آموز 15 ساله در دبیرستانی در میشیگان 11 کشته و مجروح بر جای گذاشت. در این تیراندازی 3 دانش آموز کشته و 8 نفر دیگر هم مجروح شدند. 2 نفر از مجروحان تحت عمل جراحی قرار گرفتند و حال دیگر مجروحان مساعد گزارش شده است. گفته می شود 1 معلم هم در میان مجروحان است. دانش آموز مهاجم بدون هیچ مقاومتی خود را تسلیم پلیس کرد. تام وست فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان در دیدار با نمایندگان طالبان در قطر از اقدامات این گروه برای خروج آسان و بی خطر شهروندان و همکاران محلی پیشین آمریکا از افغانستان استقبال کرد. تام وست میگوید همکاری طالبان با کارمندان مؤسسات کمک رسانی بهتر شده است. هیئت طالبان نیز وعده دادند دسترسی دختران به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. تام وست نسبت به نقض حقوق بشر و عدم پایبندی طالبان به عفو عمومی که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر بازتاب یافته نیز ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور روسیه میگوید برای مبارزه با بحران انسانی در افغانستان آزادسازی پولهای این کشور ضروری است. ولادیمیر پوتین در انجمن اقتصادی مسکو گفت از پولهای مسدود شده برای خرید اسلحه استفاده نمی شود، چرا که میلیاردها دلار اسلحه از آمریکایی‌ها برای طالبان به جا مانده است. وزارت خارجه روسیه نیز گفته این کشور برای جلوگیری از گسترش تهدیدات از سوی افغانستان در همراهی با کشورهای آسیای مرکزی به اقدامات پیشگیرانه دست خواهد زد. همراه هستیم با همکارانم امان فرهنگ از اصفهان و علی کاظمی از مسکو. امان، ابتدا با تو آغاز بکنیم و گفتگوهای دوحه، آیا دو طرف تونستن روی تقویم این نشست به یک توافقی برسن؟ خب این نشست هر دو طرف اول اعلام کردن که امریکا اعلام کردن که منافع ملی امریکا را در نشست با طالبان گفتگو میکنن، بحث مبارزه با تروریسم و بحثی که شهروندان امریکایی و همکاران داخلیشان بتونن رفت آمد بکنن و گفتن این نشست حدود چند روز دوام پیدا میکنن، اما جزئیاتی در نخست بیرون نداد. اما دیروز اعلام کرد که این نشست در 29 و 30 نوامبر بود. اما این طرف طالبان تاکید داشتن که بحث اساسی آزاد کردن پل منجمد شده افغانستان است و بحث باز شدن سفارتخانه ها در کابل است و همچنان کمک های بشر دوستان است. اما اون چیزی که حالا تنها امریکا ابراز رضایت کرده از اون است که طالبان اندک سهولت فراهم کرده برای کمک رسانی در افغانستان و همچنان رفت آمد شهروندانش. اما در بحث مبارزه با تروریسم، بحث حکومت همشمول و بحث به رسمیت شناختن حقوق زنان و حقوق اقلیت ها در افغانستان هنوز هم نگرانی شدید داره و روی این موضوعات هنوز به توافق نرسیده. هرچند طالبان اعلام کرده که این نشست خوبی بوده و تعهد شده که در آینده هم این نشست ادامه داشته باشه، اما آمریکا در این مورد چیزی نگفته که این نشست ها میتونه ادامه داشته باشه، در چه زمانی دوباره نشست برگزار خواهد شد. اما سخنگوی وزارت خارجه گروه طالبان گفته که این نشست خوبی بوده و توافق شده که نشست در آینده هم ادامه پیدا بکنن و تاکید کرده که آمریکا هر چه زودتر پول منجمد شده افغانستان را آزاد بکنن. ولی در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که اومده هیچ اشاره‌ای به این نشده که آیا آمریکا تعهد کرده که آیا این پول منجمد شده افغانستان آزاد بشه. آخر فقط تاکید کرده که طالبان باید متحد باشه به آنچه که تعهدی به جامعه جهانی و به آمریکا داده، به اون باید جامعه عمل بپوشاند. ممنونم از تو امان. اما بریم به مسکو. و علی، این رو اصلا بپرسم که کمی بیشتر به ما از نشست سالانه مجمع سرمایه گذاری بگو و اینکه وزارت خارجه روسیه از چه اقداماتی در برابر تهدیدات طالبان در افغانستان گفته. 13 نشست سالانه مجمع عمومی سرمایه گذاری تماس روسیه از 29 نوامبر به صورت آنلاین برگزار شد. از سال 2009 این نشست
سالانه برگزار میشه و دو سال است که به صورت آنلاین این نشست در حال برگزاری است. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیانیه خودش را در این نشست به صورت آنلاین داشت و او در بخشی از صحبت‌های خودش در مورد مسائل اقتصادی خاورمیانه و بخصوص افغانستان گفت و گفت که وضعیت معیشتی و اقتصادی در افغانستان خیلی بد است و نیاز است که دارایی‌های مسدود شده افغانستان باز شود و در اختیار مردم افغانستان به خاطر خریداری مواد پزشکی و همچنان دارو، حمایت از کودکان و در بخش‌های دیگر اقتصادی در افغانستان مورد مصرف قرار بگیره. و همچنان که شما گفتین، آقای پوتین گفته که فعلا نیاز نمی‌بینه که طالبان این دارایی را روی خریداری اسلحه و تجهیزات نظامی مصرف کنه، چون میلیاردها دلار تجهیزات نظامی گفته که از سوی غرب در افغانستان رها شده و در اختیار یک گروه در افغانستان قرار دارد. از سوی دیگر امروز دومین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه وارد کابل شد و قرار است که سه هواپیمای نظامی روسیه که کمک‌ها را به کابل انتقال داده در برگشت شهروندان روسیه، افغانایی که تابعیت روسیه دارند و همچنان دانشجویانی که در دانشگاه روسیه درس می‌خوانند اونا را به روسیه انتقال بده. از سوی دیگر الکساندر استرنیک مدیر بخش سوم کشورهای مشترک المنافع در وزارت امور خارجه روسیه هم از تدابیر و پیشگیری‌های به خاطر تهدیدات امنیتی در آسیای مرکزی سخن گفته و گفته که کشورهای آسیای مرکزی با شناختی که از افغانستان دارن روی پیشگیری از این تهدیدها کارهای خواهند کرد. علی کاظمی از مسکو و امان فرهنگ از اسلام‌آباد، ممنونم از هر دو شما. جشنواره فیلم سما از دو سال پیش با تغییر نام به جشنواره فیلم افغانستان به یکی از مهمترین رویدادهای سینمای این کشور در خارج از مرزها تبدیل شد. در این دوره رود نیل، فیلمی از عتیق رحیمی، جایزه بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد. نجوا عالمی همکارم در سوئد با این فیلمساز و نویسنده افغان گفتگو کرد. در گوشه ای از جشنواره سینمای سما، قاب‌های عکسی عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز، به نمایش گذاشته شده است. عکسایی که در اینجا به نمایش گذاشته شده، عکسایی است که در سال 2002 در کابل عکاسی کردم، وقتی که بعد از 18 سال تبعید برگشتم اونجا. در اون زمان نخستین رمانم در فرانسه به چاپ رسیده بود و که مورد مطرح شده بود در دنیای ادبی فرانسه و از من خواستند در اون زمان که وقتی که برمیگردم افغانستان چند عکس از زادگاه خود بگیرم و از برگشت خود در سرزمینم. از اینجا با کامرای عکاسی بسیار مدرن رفتم و هرچی که عکس میگرفتم از کابل، او حس را که برم در او بعد از 18 سال پیدا شده بود، ای بازیابی افغانستان، سرزمینم، ای ویرانی ها، ای چهره های گم شده، ای نگاه های بس مرموز پر از درد. یک بار دیگر با تکرار تاریخ کابل سقوط کرد. شما من حیث یک نویسنده و هنرمند دیدگاهتان در مورد آنچه که در افغانستان رخ می‌دهد و این تاریخ تکرار شدنیش بر ما بگین. ما در بین دو سنگ ماندیم، در بین دو تمدن، و از او خاطر یک بحران هویتی داریم. بحران هویتی که امروز به وجود نامده، این بحران هویتی از دیر زمان به وجود آمده و هیچ کس و هیچ قدرت هم نتانست بدبختانه که هویت ترش کار کنه و این هویت مستحکم بسازه. متوجه هستین؟ فلهازا این بدبختی های پی در پی در افغانستان و این جنگ های پی در پی، این فقط و فقط مشکل منطقوی و مشکل سیاسی جهان نیست. نخست مشکل هویت فرهنگی خود مردم افغانستان است که ما تا بال نتانستیم جایگاه خود را نه در تاریخ و در منطقه پیدا کنیم. همچنان فیلم بانوی رود نیل از سری وی در این جشنواره نیز به پرده نشر رفت. نجوا عالمی، استکهلم.
همچنان بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. در ادامه مجموعه خبر نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به عتیق فروشی های کابل، مغازه هایی که روزگاری میزبان گردشگران خارجی بودند و حالا از رونق افتاده و دیگر مشتری ندارند. مغازه هایی که روزگاری میزبان گردشگران خارجی بودند اما حالا دیگر از رونق افتادند و با روی کار آمدن طالبان دیگر مشتری ندارند.